در روزهای سی مهر فوران احساسات و عواطف از سراسر ایران به صورت پیام و نامه به دستمون میرسه نامه ای داریم از یکی از فرهنگیان بازنشسته همونها که این روزها فریاد حق طلبیشون همه جهان رو تحت تاثیر قرار داره و به حمایت برانگیخته. این هموطن عزیز در بخشی از نامش اینطور نوشته سلام به خانم رجوی درود بر شما و مسعود و درود بر جانباختگان راه آزادی محمد حنیف نژاد و سعید محسن و اسقر بریزادگان که گذاران سازمان مجاهدین خلق بودند. برای من مایی مباهات و افتخار است که به یک تاریخ ساز نامه می نویسم. احساسی که خانم اوریانا فلانچی داشت اکنون در وجود من موج می زند. خانم رجوی به شما و دوستانتان تبریک میگویم که سنگرهای فتح و پیروزی را یکی یکی با مقاومتتان فتح کردید. رهبری شجانه شما دستاوردهای دیگری را یکی پس از دیگری به دست خواهد آورد و در آن شکی نیست. خانم رجوی نزدیک به چهل سال است حاکمیت قاسب جمهوری ولایت فقیه بر تمامی امورات جامعه و زندگی مردم ایران مثل بختک سایه انداخته است. حتی از کوچکترین آزادی که حق آزادی حیات است برخوردار نیستیم. با فقر، تنگ دستی، بی ادالتی، گرانی و انواع محدودیتهای اجتماعی و حقوق شهربندی، که زندگی ما را مورد حجوم وحشیانه قرار داده دست و پنجه نرم میکنیم مردم همه می دانند روحانی یک شیاد است. خانم رجوی برای پایان دادن به این وضع تنها راه یک انقلاب است که به رهبری شما و مجاهدین خلق که بساط دروغ و ریا و دزدی و اختلاس و بیحقوقی را برچینند. خانم رجوی آنقدر حرف برای گفتن دارم که اگر بنویسم هزاران برگ و صفحه مصرف می شود. درود بر شما و سازمان مجاهدین خلق ایران. به زودی شما را در ایران خواهیم دید. سعید از تهران.